در شرق هندوستان یک کشور وجود داره که قبلا بهش میگفتن برمه، ولی امروزه میگن میانمار. اولین تمدن‌هایی که تو این منطقه شکل گرفته بیشتر از 10,000 سال پیش بوده که نمیتونی بگی متمدن اونجوری بوده. فقط تعدادی کشاورزان برنج بودن که تو این منطقه زندگی میکردن. کارشناسان میگن اهالی میانمار از تبتی‌ها تشکیل شدن. تبتی‌هایی که برای زندگی بهتر و کشاورزی اومدن به طرف جنوب. برای همین زبونشونم با زبون تبتی خیلی نزدیکه. این کشاورزها هزاران سال تو این منطقه زندگی میکنن، نه شهر آنچنانی میسازن و نه آثاری از خودشون به جا میذارن. تا میرسیم به حدود 2000 سال پیش، موقعی که دین بودایی از هند وارد این منطقه میشه. دین بودایی برمه رو که اصلا دین نداشتن بودایی میکنه و از اینجاست که تاریخ برمه دستخوش تغییر میشه. وقتی میرسیم به قرن 8، دودمان نانچاو که در چین قدرت داشتن تصمیم میگیرن که برمه رو به قلمرو خودشون اضافه کنن و وارد برمه میشن. اولین تمدن واقعی که در برمه شکل میگیره همین نانچاوها بودن که بعدها در همین برمه امپراتوری پاگان رو تشکیل میدن. این سلسله بودایی بودن و اصلا شکل برمه رو تغییر میدن. کلی معابد بودایی میسازن اونجا، معابدی که هنوزم وجود داره و یه جورایی سمبول میانمار هم هستن. کلی توریست برای دیدن این معابد به میانمار میره چون ساختمون‌های زیبا تو زمین‌های سرسبز زیبا ساخته شده و همچین اثری جای دیگه دیده نمیشه. امپراتوری پاگان برمه رو توسعه میدن، اونم برای 2 قرن. ولی این سلسله هم مثل هر چیز دیگه ای بالاخره یه روزی به آخر خط میرسه. معمولاً این امپراتوری ها وقتی به آخر خط میرسن زمانیه که مردم همه ناراضی هن و اصلا دوست دارن امپراتوریشون سقوط کنه. در امپراتوری پاگان این وضعیت ادامه داره تا اینکه یه دفعه مغول ها میان تکلیف رو یه سره میکنن و کل برمه رو به تصرف خودشون در میارن. مغول ها بعد از یه مدت قدرتشون از دست میدن، برمه هم هر کسی بلند میشه و یه تیکه رو میگیره تو دستش. این هرج و مرج و ملوک و توایفی تا سال 1530 ادامه داره، سالی که یک شخص برمه‌ای به نام تابین شوتی دوباره برمه رو یک پارچه میکنه و میشه پادشاه کل برمه. 20 سال تلاش میکنه و برمه رو یه مقدار روبرا میکنه، اما تو یک سوء قصد کشته میشه. ولی یک جانشین با کفایت داشت، مردی به نام بینا. بینا میانمار رو به اوج خودش میرسونه و حتی تایلند هم به قلمروش اضافه میکنه. اما بالاخره هر انسانی یک عمر محدودی داره، عمر بینا هم تموم میشه. با مرگ بینا برمه دوباره دوچار تلاطم میشه و دوباره ملوک و توایفی، هر کسی یه گوشه رو گرفته و ادعای پادشاهی میکنه. 152 سال این کشور بی‌ثبات میمونه تا اینکه میرسیم به سال 1752 میلادی. دوباره یک دودمان دیگه به نام کونبانگ کل برمه رو به تصرف خودشون در میاره و دوباره یک امپراتوری یک پارچه تشکیل میده. این دودمان خیلی توسعه طلب بودن و از هر طرف میخواستن به خاک برمه اضافه کنن. مرتب به اراضی چین و هندوستان حمله می کردن و سرزمین ها رو به خاک خودشون ملحق می کردن. هندی ها و چینی ها مرتب لشکرکشی می کردن و زمیناشون رو پس می گرفتن. تا اینکه می رسیم به قرن 19، زمانی که انگلیس ها روی هند مسلط شدن. اگر کلیپ های بزرگترین اشتباهات تاریخ رو در آنتن دیده باشین، حتما میگین این اشتباه هم باید تو اون کلیپ ها می بود. چون کومبانکا اصلا فکر نکردن که این دیگه هند قدیم نیست و نمیتونی همینطور الکی وارد قلمروشون بشی. حمله میکنن به هندوستان و یه مقدار از شرق هندو به خاک خودشون ملحق میکنن. انگلیس ها یه دفعه به خودشون میان و میگن باید یک درس خوبی به اینها بدیم که دیگه از این کارا نکنن. لشکرکشی میکنن، میرن برمه، کلن امپراتوری کومبانگ رو از رو نقشه پاک میکنن و کل برمه میشه یکی از مستعمرات انگلیس. هندی ها با انگلیس ها کنار میومدن
و یه جورای استعمار رو میپذیرفتن، اما برمه‌ای ها اصلاً قبول نمی‌کردن و شروع کردن جنگ‌های پارتیزانی. برای همین انگلیس ها هم لج میکنن و قحطی میندازن تو برمه، قحطی که نیمی از جمعیت برمه رو از گرسنگی میکشه. وقتی برمه اینجوری آروم میگیره، انگلیس ها میبینن خاک خوبی داره و برای کشاورزی عالیه، مخصوصا برنجکاری. برای همین تعداد زیادی از هندی ها رو برای بردگی اووردن برمه که شبانه روز تو کشت برنج مشغول کار بشن. نزدیک 50 سال این داستان ادامه پیدا میکنه، یعنی برده های هندی نسلن در نسل توی برمه دارن برنجکاری میکنن و سودشو انگلیس داره میبره. تا اینکه میرسیم به سال 1941، دورانی که جنگ جهانی دوم تو اوج خودشه. امپراتوری ژاپن هم که خیلی پرقدرت شده، شرق چین رو گرفته و میخواد بره طرف جنوب. ارتش ژاپن خیلی راحت انگلیس ها را تو برمه شکست میدن و برمه رو میبرن جزو امپراتوری ژاپن. البته این تصرف کوتاه مدته، چون فقط 4 سال طول میکشه و بعد از 4 سال ژاپن شکست میخوره و این منطقه دوباره برمیگرده دست انگلیس. در سال 1947 هند مستقل میشه، اما یک زخم بزرگ به بدنش وارد میشه و اون جدا شدن پاکستان بود. بعد از این در سال 1948 انگلیس ها استقلال برمه را بهش میدن، اما یک دولت فاسد از خودشون به جا میذارن. دولت به کل فاسد که حتی مردم تو خیابون نمیتونن راحت راه برن. کشت و کشتار خیابانی، اقتصاد به شدت خراب، کمبود غذا و گرسنگی و خیلی مزلات دیگه از برمه مستقل یک کشور مزخرف درست کرده بود. تا اینکه 14 سال بعد، یعنی در سال 1962، یک کودتای نظامی تو این کشور اتفاق میفته. این کودتا کشور رو بدتر اندر بدتر کرد. فقر و فلاکت و ناامنی بیشتر شد و گرسنگی هم توسعه پیدا کرد. همه جا شلوغ، مردم معترض. تا اینکه میرسیم به سال 1988، موقعی که یک کودتای نظامی دیگه اتفاق میفته و یک سری نظامی دیگه قدرت رو میگیرن تو دستشون. این دولت جدید وقتی اومد سر کار، اسم برمه هم کلن عوض کرد، گذاشت میانمار، گفت مال خودمه، هر اسمی دلم بخواد میذارم. وقتی میرسیم به سال 1990، این دولت نظامی میخواد یه مقدار ادای دموکراسی در بیاره. برای همین یک انتخابات برگزار میکنه و یک دونه از کاندیداها که یک خانومی بود به نام آنگ سان سوچی، اکثریت رأی ها رو به خودش اختصاص داد. دیکتاتوری نظامی خوشش نیامد که ایشون قدرت رو بگیره در دستش. برای همین گفت نه، این رأی گیری باطله و آنگ سان سوچی رو حبس خونگی کردن. کشورم بی ثبات و ناجور. هیچی این کشور در حال پیشرفت نیست و همه چیش هم داره تو سرازیری میره رو به سقوط. تا اینکه میرسیم به سال 2008، سالی که طوفان نرگس اتفاق میفته، کشنده ترین طوفانی که در اقیانوس هند اتفاق افتاده. صد و 38,000 نفر رو که بیشترشون اهالی میانمار بودن رو میکشه. یک ماه تموم بادهای میوزیده با سرعت 215 کیلومتر در ساعت، همه چی رو از رو زمین میکنده. میانمار فقیر بیپول 13 میلیارد دلار خسارت میبینه. این طوفان باعث میشه که دولت نظامی میانمار یه جورایی متزلزل بشه. مردمم هم که همه خواهان این خانوم بودن، آنگ سان سوچی که در حبس خانگی دولت نظامیه، و مردمم هم همش تظاهرات میکنن که باید آنگ سان سوچی بیاد بشه رئیس دولت. به خاطر این التهابات میانمار دوباره میاد سرخط خبرها، منتها برای خبرهایی که اصلا برای این کشور خوشایند نیست. بالاخره دولت نظامی عقب نشینی میکنه و این خانوم از حبس خانگی میاد بیرون و میشه رهبر میانمار.
بعد از اینکه هندی ها وارد برمه شدن، تعداد زیادی مسلمون های هندی هم وارد شدن. برای همین میانمار در این زمان از دو تا دین تشکیل شده، یکی مسلمون ها که در اقلیت هن، یکی هم بودایی ها که در اکثریت هن. خانم آن سانگ سوچی وقتی قدرت رو میگیره تو دستش، تنش بین مسلمون ها و بودایی ها بیشتر میشه. به مسلمون های میانمار میگن روهینگیا. از موقعی که مسلمون ها به اینجا وارد شدن، همیشه با بودایی ها درگیری داشتن و چون جمعیتشون هم کمتر بود، توسط بودایی ها قتل عام میشدن. اما در زمان خانم آن سانگ سوچی، اوضاع به کلی فرق میکنه. فیسبوک کل کشور رو گرفته و بودایی ها تو این فیسبوک پمپاژ نفرت میکنن. کاری میکنن که تمام بودایی های میانمار میخوان روهینگیا رو نابود کنن. این قتل عام کلید میخوره و هر روز بودایی ها میریختن تو روستاهای مختلف که روهینگیا دارن زندگی میکنن و قتل عامشون میکردن. روهینگیا نمیتونستن از خودشون در مقابل بودایی ها دفاع کنن، برای همین بیشترشون فرار کردن به طرف بنگلادش. بیشتر از 700 هزار نفر پناه بردن به بنگلادش. 20 هزار نفر هم افتادن گیر بودایی ها و کشته شدن. خانوم آن سان سوچی هم اصلا هیچ کاری نمی کنن. یه جورایی مثل این که مهندسی نفرت در فیسبوک از طرف دولت همین خانوم اومده. تا اینکه میرسیم به سال 2021، نظامیان میانمار میبینن این خانم داره چیکار میکنه، کشور رو که داره اصلا متلاشی میکنه. یک کودتای نظامی دیگه را میندازن و خانم سوچی رو دستگیر میکنن. از 2 سال پیش حکومت دوباره افتاده دست نظامی ها و کشور بدتر از هر دورانیه. هیچ برنامه ریزی هم وجود نداره که کشور رو یه مقدار بهتر کنه. بعد از اینکه این کودتا به پیروزی میرسه، میانمار یک مقام جهانی هم کسب میکنه. مقام اول تولید تریاک رو از افغانستان میگیره و تازه میشه بزرگترین تولید کننده هروئین دنیا. باید با مثلث طلایی آشنا باشیم که بهش مثلث تریاک یا هروئین هم میگه. بیشترین فعالیت این مثلث مربوط به میانماره. کشورهایی که برای مواد مخدر مهندسی میشن هیچ موقع روز خوش نمیبینن. مافیاها و کارتلهای پرقدرت دنیا اون کشورها رو بی‌ثبات نگه میدارن که بتونن کارشونو بکنن. بیچاره مردم اون کشورها. این کشورها یکی دوتا هم نیستن. مکزیک، کولومبیا، بولیوی، لاوس، فیلیپین، جمهوری دامینیکن. کشورهایی هستند که اسیر دست کارتل‌های مواد مخدرند و هیچ موقع سر و سامون نمی‌گیرند. اصلا معلوم نیست که خانم سوچی چطوری اومد سر کار و مهمترین کاری که تو دوران خدمتش انجام داد، آواره کردن و کشتن 700-800 هزار روهینگیا بود. بعد از اینم که کارش تموم شد، دوباره کودتا شد. تو کلیپ‌های فضایی بعضی وقتا میگم مخمون داره سوت می‌کشه، اما مثل اینکه رو زمینم باید سوت بکشه. لطفاً نظر بدید.